به جستجوی تو به درگاه کوه می گیریم در آستانه دریا و علف، به جستجوی تو در معبر بادها می گیریم در چهارراه فصول، بر چارچوب شکسته پنجره که آسمان ابر آلوده را قاب کهنه می گیرد. نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو، و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را. و ابتدا می کنم با نام با برکت رب جلیل که راز قلب ها را خوب می داند. بینندگان عزیزی برنامه کاکتوس و تلویزیون جهانی یک، امیدوار هستم سلام های مرا قبول کنید. برنامه کاکتوس است. من عبدالحی عابر هستم و خیلی خوشحال هستم و افتخار دارم و یک مقدارم واقعا هیجان زده به خاطر ازی هستم که امروز مهمان بسیار عالی قدر دارم. جناب دکتر ادبیات و ژورنالیسم هستند، استاد ژورنالیسم هستند، شاعر و نویسنده هستند. یک زمانی در مسائل سیاسی هم صاحب نظر بودند و ای بسا که هنرهای قشنگ دیگه هم داره که در خلال برنامه از جناب خودشان خواهد شنیدیم. چهره آشناس، همه مشناسیشانه و بسیار خوش آمدید میگیم با استاد گرامی رفعت حسینی و برنامه کاکتوس. خوش آمدید جناب. تشکر. درود صمیمانه به شما و بینندگان عزیز. سپاسگزارم به خاطر دعوتی که کردی. خواهش میکنم. امیدوار هستم که در این برنامه خوبتان از زیبایی های کاکتوس بیننده ها لذت ببرن و ما هم از خار کاکتوس در امان باشیم. انشاءالله که همونطور است. استاد از کجا شروع بکنم؟ خب بیا از اینجا شروع بکنیم که شما دکترا دارین در بخش ادبیات و فرمودین و یا شنیدم که تدریس هم میکنین بخش های برنامه های ماستری را. لطفا روشنی بندازین این فعالیت های همین روزهای تان مصروفی چی کارهای هستین؟ این برنامه ها چگونه است؟ کیها را شما تدریس میکنین دوره های ماستری را؟ خب در دانشکده ارتباطات و ژورنالیسم مضمون هایی است که مرتبط به ادبیات است، مثل دستور زبان و روش نگارش. خب چون حوزه فعالیت شما هم هست، بله، در روشنی قرار بگیریم که در گذشته ها این دانشکده ژورنالیسم، بعد می شما هم به خاطر دارین که با دانشکده ادبیات یک جا بود، یکی بود. بله. بله. بعدها خب جدا شد و بعضی مضمون های از ادبیات در دیپارتمنت در دانشکده ژورنالیسم در دیپارتمنت های دوگانه آن زمان که حالا سه دیپارتمنت داریم گنجانده شده بود که بعضی از آن مضمون ها چندان کارکردی نبود برای روزنامه نگاری. شانزده هفده سال پیش وقتی من وارد دانشکده ژورنالیسم شدم، متوجه شدم که بعضی از مضمون ها باید حذف بشه و یکی از مضمون های مهمه که جایش خالی بود و سخت ضرورت بود روش نگارش بود که نبود. بله. شما بهتر از من میدانیم که ماده مهم کار روزنامه نگاری زبان هست، یعنی شما با زبان سر کار دارید. اما دانشجویان ما آموزش نمیدیدن در زمینه انشای خوب، املای خوب، روش نگارش زیبا و خوب. رفته رفته خب خوشبختانه مضمونی به نام روش نگارش پیشنهاد کردم و در نصاب درسی یا کریکولم درسی چند سال پیش پذیرفته شد. خیلی خوب. و برای نخستین بار هم کتابی به نام روش نگارش با رویکرد رسانه‌ای تدوین کردم که چند سال پیش چاپ شد. در واقع نخستین کتاب است که در آن اما ضعف‌های نوشتاری و زبانی که در قلمرو روزنامه نگاری وجود داشت و من تشخیص کردم، برای رفع همون ضعف ها این اثر متمرکز شده و مفردات این کتابم با توجه به همین نیاسنجی ها تدوین شده. بعد نگاه کردم که در این چند سال اخیر تا جای دانشجویان ما که از ژورنالیسم فارغ میشن سطح نوشتار و کارهای زبانیشان بهتر شده، ولی هنوز مطلوب نیست. خب.
و این مضمون در تمام دانشکده‌های روزنامه‌نگاری افغانستان البته گنجانده شد. خیلی خوب. چه خصوصی چه دولتی؟ خیلی خوب. ولی هنوز همه دانشکده کتاب خاصی در این زمینه ندارن جز این کتابی که من به نام روش نگارش آماده کردم. تا حد زیاد میتونه که مشکل رفع کنه. علاوه بر این مشغول از سالهای زیاد البته کشف و پرورش استعدادهای شیری جوانان به ویژه هستم. در گذشته ما شیر دانشگاه را داشتیم، حضوری آموزش میدادیم دختران و پسران و بعد به نام کانون شیر دانشجو تغییر نام دادن. حالا به گونه برخط یا آنلاین این آموزش ها را پیش میبرم و همکاری دارم با کسانی که علاقمند سرایش شعر هستن. بسیار عالی، بسیار عالی. اون بخش سوال ممان که شما فرمودین که دوره های ماستری را تدریس میکنین، دوره های ماستری هم در دانشکده گوناگون در سالهای اخیر در دانشگاه کابل افزایش یافته. خب به اضافه این که دو برنامه دکتری هم در ادبیات دری و پشتو دوره جمهوریت بود. بله. اما در این سه سال اخیر تعداد برنامه ماستری در بعضی دانشکده ها زیاد شد، از جمله دانشکده ژورنالیسم که برنامه ماستری هست که سال دومش است راه افتاده. ای چند سال می باشه جناب دوریش؟ دوره آموزشیش دو ساله است. خب. و نیاز جدی هم بود. چون ما در افغانستان در دانشگاه خصوصی هم بالاتر از لیسانس آموزش نداشتیم. و نیاز بود که نخبگان دوره لیسانس آموزشی در سطح بالاتر ببینن. واقعا. ماستری واقعا. و در آینده اگر زمینه بود که دکترا ایجاد چه ببینیم بسیار محصر است. انشالله که او را هم شما پیش قدم خواهد شدین، امیدوار هستیم. خداوند شما را صحت و سلامت و مجال عزیزی بده و ما مطمئن هستم وقتی این اثر گرانبهای را ارائه و تقدیم دانشگاه ها و دانشکده ها کردین، امیدوار هستم روزی شاهد ادیان باشیم که دانشگاه های افغانستان به سطح دکترا و پیچدی هم فارغ بتن. چی خصوصیات یا ویژگی های را میشه برش عنوان کنین که لاقل ما و بینندگان عزیز بفهمیم چی تفاوت های با غزل کهنه یا کلاسیک داره؟ غزل نو اول که زبانش زبان امروزین باید باشه و نزدیک باشه به زبان گفتگوی عامه حتی. خب. یعنی به سادگی قابل درد باشه برای عامه. مثل زبان روزنامه نگاری. دقیق. شما با زبان روزنامه نگاری میکنید که عامه هم بفهمه، که محتاج برای فهم یک مفهوم معنی یک لغت لغت نام و قاموس مراجعه کنید. بله. این از یک از ویژگی‌های زبان. تصویر امروزین باشه. یعنی شاید نگاه کنه، کشف کنه، بیشتر کشف مهمه در غزل نو. بله، بله. تصویرهای امروزی و تصویرهای ملموس. در گذشته در غزل ما تصویر انتزاعی زیاد بود. اما حالا سعی میشه که همون پدیده‌های واقعی که ما روزانه با آنها درگیر هستیم اینها شناخته بشه، کشف بشه و به گونه خاص با شگردهای زبانی بازتاب پیدا کنه. عاشقانه سرایی در غزل بسیار معمول است امروز. بله. در این عرصه در گذشته اگرچه در آغاز شعر فارسی در صدای نخستی ما عشق ناب داشتیم، بعدا عرفان وارد شعر شد از قرن ششم و بعد به دلیلای خاصی که الان مجال پرداختن به آن نیست. بله. یعنی معشوقی شد گاه آسمانی گاه چیزی در میان آسمان و زمین. بله. بله. اما امروز سعی میشه که این معشوق زمینی باشه، حسی باشه. بله، قابل درک و فهم. بله. باشه. خیلی خوب. حادثه‌های عاشقانه هم حادثه‌ای باشه که در واقع اتفاق میفته تا یک ذات پنداری بشه، یعنی هر کس خود در اون وطن بیابه. خب، یعنی نوع نزدیکی یا همخوانی به سبک و سیاق ریالیزم واقع گرایی پیدا میکنه به حساب. بله، 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 نزدیکی پیدا میکنه. اما آمیزه از رومانتیسم و
ریالیسم. ریالیسم. در غزل خب ما و شما واضح است که وقتی حافظ بزرگوار آمد دیگه قله های غزل کلاسیک فتح کرد و بعد از او درون سبق و سیاق کسی پیدا نشد که لااقل به مراتب حافظ خوب به هیچ وجه نمیرسه. در این شعر سپید نظر شخصی ما است، من یک مقدار میخوانم، به هیچ وجه توانایی ازی را نداشتیم یا ندارم که چیز را به سرایم، ولی خب خواندیم گاه و بیگاه. شاملو آمد و من که فکر میکنم در حوزه زبان پارسی یک شاعر مقتدر است. این شعر سپیدی که شما فرمودین بیشتر به اون شعر شاملویی اطلاق میشد در اون زمان. آیا شعرهای ما هم میتونن غزل را که مثلا حافظ قله های شفته کرد در این غزل نوی که شما فرمودین یک مقدار به واقعی نزدیک، معشوق باید زمینی باشه، قابل لمس و کشف باشه، به مسائل بپردازن که در اطرافش هست، آمیزی از ریالیسم و نوی رومانتیزم باشه، چرا این قالب ها هنوز مانده در افغانستان؟ چرا ما نرفتیم مثلا راه را که شاملو در پیش گرفت یا سهراب در پیش گرفت یا فروغ در پیش گرفت؟ لااقل در کشور ما چرا این راه ها به اون گونه تعقیب نشد؟ ما به نوعی به نظر شما نماندیم در اون قالب های کهنه، ولی خب یک مقدار فرمودی شما شاید از یک دیدی دیگه دیده باشیم به غزل یا به شعر، چرا نخواستن یا نشد به نظر شما؟ یا من شاید اشتباه بکنم؟ شما پرسش دقیق فرمودید، دغدغه شما هم دقیق هست، این نیاز به پژوهش عمیق‌تر داره، ولی تا جایی که ما به خاطر دارم با آمدن انقلاب اسلامی در ایران نظام حاکم به شدت سنت‌گرا شد، در هر حوزه سعی کرد دنبال سنت بره و میانه خوبی با شعر نیمه اینا نداشتن، چون شاید فکر میکنن این شعر سپید نیمایی جریان روشنفکرانه است. بله بله. بعد اینها تشویق کردن قالبای سنتیه. اما یک اتفاق باز افتاد که قالب غزل که تا آن وقت گمان میشد ویژه عرفان است و اینها، کارهای نوآیین صورت گرفت در غزل. یعنی قالب همون بود، بله، اما مضمون و زبان و تصویر و اینها منعطف شد، یعنی چیزهای پدیده‌های تازه‌تر وارد غزل شد که تا آن زمان چندان به آن پرداخته نشد. بعد دیدیم که این غزل هنوز این و مثنوی حتی این توانایی را داره که هنوز با سلیقه ها و ذوق های امروزی نیست خود دمساز کنه. به این ترتیب ما شاهد قالب سنتی با ویژگی های نو هستیم، اما در کنار آن خب شعر سپید و نیما هم همچنان مورد اقبال بوده است. این فکر میکنم که چون در ایران اتفاق افتاد، شعر افغانستان هم در دههای پیشین شعر بود که از شعر ایران تقلید پذیر بود، متاثر بود. اما در همین سه دهه اخیر کم کم شعر افغانستان به سمت میره که بنای نمود مختص به خود داشته باشه، با خصوص در دو دهه اخیر، با خصوص در یک و نیم دهه اخیر شعر افغانستان دیگر یک شعری هست با مهر خود افغانستان، دیگه از تأثیر پذیری بیرون شده و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کنه به یک روند تأثیرگذار در منطقه و در قلمرو زبان فارسی تبدیل میشه، چون یک نسل از شاعرها به خصوص جوانترها با آزادی سرایششی که در دو دهه اخیر در افغانستان فراهم شده بود توانستند که به خوبی بدرخشن، خلاقیت و نوآوری کنن. اما در کشور ایران چون شعر
با ایدئولوژی درامیخت، به ایدئولوژی او را محدود کرد. بله واقعا. یک مقدار شعر دجازه، نتانست چنان که. تنها شعر نیست، همه هنرها تقریبا همه بخشا بله. زده شده بله. و نتانست زیاد تعالی پیدا کنه، اما در افغانستان تانست که هنر به خصوص شعر رای خاص خوده بره. بسیار عالی. استاد گرامی امیدوار است ما آب سرد باشه، لطفا اگر تشنه شدیم ما که شدیم یک جوره آب می نوشیم، یک وقفه کوتاه می گیریم، زود می آییم بخش های مختلف حرفای قشنگتان انشالله می شنویم. بیننده عزیز یک وقفه کوتاه ما استاد می گیریم، شما جایی نمیرین که انشالله حرفای قشنگی با استاد داریم، زود برمی گردیم. خوش آمدید میگم بیننده‌های عزیز به برنامه کاکتوس ادامهش البته و حرفای قشنگ استاد که ماشاءالله شخصیت چند بودی دارید که من دست و پاچه میشم که چی را زودتر از شما بپرسم. استاد شعر را فعلا اینجا میگذاریم، میاییم روی از اینکه وضعیت دانشگاه ها چطور است، محصلین چطور هستن، علاقه مندی به روزنامه نگاری این چطور است، چندین سوالی که تقریبا مرتبط با هم هستن. از دید شما که استاد این بخش هستین وضعیت روزنامه ها چطور است در افغانستان؟ در مورد به صورت کلی دانشگاه های افغانستان اگر این ضعف جدی که محرومیت دختران از آموزش است این جدا کنیم، حالا نیاز نیست بحث کنیم زیاد در این مورد بحث کنیم، قرب زده شد و بیفایده بله. اما در اون قسمتی که مربوط به آقایان هست، پسران هست که درس میخوانن، گذشت نکنه و اغماز نکنه. خب واقعا اگه این کار کنه خب کاری خوبی هست، نیک هست بله. این تاثیر خوب خود هم گذاشته یقینا که میگذاره بله. این کارهایی است که انجام شده. دیگر در سطح دانشگاه کابل اتفاق خوب دیگری که افتاده که شاید در چندین دهه به اندازه نبود. خب شما میدونید دانشگاه کابل چند صد جریب زمین هست بله. محیط سبز و بسازی وضعیت فیزیکی پوانتون هم از کارهایی بوده که زیاد روش تمرکز شده. خیلی خوب. بله. خیلی خوب. و اما در دانشکده ژورنالیسم یا ارتباطات ژورنالیسم به صورت خاص یک اتفاق ناگوار این هست که جوانان به هر دلیلی هنوز باور لازم به برای آینده شغلی خود نداره. یک نقیصه هست. حالا شاید این بیباوری یک بیباوری کاذب هم باشه تا جای شاید زیاد کاذب هم نباشه، برای از اینکه خوب وقتی اوضاع را میبینیم به این منوال است، بیشترین رسانه ها بسته شده، آزادی بیان اونده که تعریفش میشه و باید باشه، نظر شخصی ما است وجود نداره، خب منطقا علاقه مندی هم باید به این مسئله کم خب. شده بله تا جای گفتم به همین دلیل خب. تا جای به این معنا که شما ببینین بالفعل افغانستان وضع اقتصادی خوب نداره. خب این وضع نو نیست بله. حالا ما اگر از اون پولهای بادآورده دوری جمهوریت بگذاریم که اقتصاد کاذب بود، واقعیت اقتصاد اون هم به درد ملت خو نخورده بود، به درد چند نفر خورد بله. بعد از یک جای شروع میشد که پروژه های بنیادی بله. زیر ساختا درست بشه که اینها درآمدزا باشه، کشور از فقر نجات دقیق. از فقر که نجات پیدا کنه خیلی چیزا متحول میشه، دید جوانان، دید همه مردم واقع. اعتماد به وضعیت و اینها. خب ما برای رسیدن به همچی چیزی پروژه های زیربنایی نیاز داریم که روی دست گرفته شد که اینا زود ثمر نیست. پروژه هایی است که دو سال پیش شروع شده، یک سال پیش شروع شده، تازه شروع شده، در ماه های قریب آینده شروع میشه، اما نتیجه اینها 3-4-5 سال وقت نیاز داره. شما یک بازی زمانی 5 ساله رو در نظر بگیریم که 5 سال بعد خب اگر همین وضعیت امنیتی پا بر جا بمانه ما نفت تولید کنیم. خب چون در نظر بگیم قیمت نفت در افغانستان خیلی بیای پایین روی خیلی از تولیدهای دیگه اثر گذاره. یقینا شما در نظر بگیرید که ما انرژی داشته باشیم برای چرخیدن چرخ کارخانه ها، ارزان شدن تولید ها با اون ترتیب، اینا برق با ثبات و دائمی اینها و
امکانا رو البته داریم برای تولید برق. یقیناً پروژه‌ای است که حالا روی دست گرفته شده در از آب و باد و زوال سنگ و چی تا اینا به ثمر برسه. دقیق. مثلا اینکه ما جاده‌های چنان که باید نداشتیم ترانزیتی تا راه آهن اینا که روی دست گرفته خو اینا 5-6 سال تا رسیدن به وضعیت خوب. حالا اگر متون نگیم زمان نیاز داره. شما در نظر بگیم 5-6 سال بعد افغانستان پروژه میشه قشه پا اینا سمر برسه که ما غله وارد نکنیم، گندم وارد نکنیم. بله. آرد باید بسیار ارزان شد. دقیق. ارزان شدن آرد روی خیلی تولیدهای دیگه وزایی خیلی چیزهای دیگه. پس میبینیم ما بالفعل وضع خوبی نداریم که جوان ها مایوس هستن. بله خوب حق دارن. اما وضع بالقوه یا چشمنداز خوبی در انتظار ما هست. یقیناً. البته. بله. شاید بعضی عجیب بدانن. این که ما تا 10 سال دیگه کشور باشیم انکشاف یافته هم سطح بعضی از کشورهای انکشاف یافته این منطقه عجیب نیست. عجیب این است اگر نشویم. بله. چون ما همه امکانها را داریم. نسبت به خیلی از کشورهای منطقه تو بهتر داریم که بتوان به اون نقطه مطلوب برسیم. اما چیزی که ما کم داشتیم امنیت که ما با توفیل امنیت میتونیم واقعا. بله. شرط اولی امی است. بله. در نبود جمع. حالا ارزش های دیگری هست که آسیب دیده. اما باورم ایست که تا زمان که زیرساخت های اقتصادی افغانستان درست نشه به زبان ساده تر تا من و شما دولت مردم پولدار نشن. بله. به هیچ ارزش باثبات دست پیدا کردن. یقیناً که همونطور است. بله. خب امیدوارش هستم. فرمودی شما که افغانستان کشوری غنی است، منابع خیلی زیاده داره که درست روی کار گرفته شوه و از او استفاده خوبی شوه. به امیدی چنین روزی استاد. بسته شدن تعداد از رسانه ها، محدود شدن اون تعریفی که ما از آزادی بیان داریم، این خود نوع تأثیر در افکار جوانان یا لااقل مردم گذاشت. چی فکر میکنین استاد؟ این وضعیت برای رسانه های ما برای آیندهشان چگونه است؟ خوب است؟ خطرزا است؟ محدود نیست یک رسانه ها؟ شما مینید یک استاد؟ اگر اجازه بدین در این رسانه ها یک تبصره داشته باشم. بفرمایید. ولی مطمئن نیستم که شما این را سانسور نکنین. نه من اصلا نمیکنم. قول میتونم نمیکنم. ببینید. بفرمایید. ما در گذشته هم میگفتم. من حدس میزنم که چی باید بفرمایید بگویید. در دوره جمهوریت من به بعضی رسانه ها میگفتم. همین که شما عالم آدم نقد میکنین. چرا برنامه برای نقد خودی نمیگذارید؟ خب. بتونید سر رسانه چی؟ سوال بجایست بله. ببینید. اما طور که ترافیک ما میاریم نبود و نیست. گال کوشش های شده که اگه مقدار میاری بشه. همینطور که حالا دوکانداری میارین هم پیاده رو برام بند کن چی هم کنیم. خب خیلی همینطور چیز بود. رسانی ما همینطور بود. اما ما عادت کردیم فکر کنیم رسانی میاری همیست. ببینیم حد که حرمت بود در رسانه ها. واقعا. نشر خبرها، گزارش ها و میزه گرد هایی که مخل امنیت ملی بود. اینا نشر میشه. بله بله. نشر برنامه هایی که سبب شقاق و نفاق در جامعه میشد، تعصب‌ها رو زیاد میکرد، نفرت پر اینها بود. از لحاظ حالا خیلی فنی وارد بحث نمیشین که زبان خبر، زبان گزارش، زیرنویس های تلویزیون ها بسیار زیاد عیب های جدی نوشتاری داشت، تلفظی داشت و داره. هم واقعا دارم، یادم داره. بله کم نیست. رسانه چندان با چند چیز خیلی خوب سازگار نبود. یکی با قانون روزنامه نگری، یکی با اخلاق روزنامه نگری. بله بله. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ دوره جمهوریت یک وزارت باسواد در زمینه روزنامه نگری نبود که رسانه ها رو متوجه کنه که ضعف اینا در کجاست که با کمک هم دیگر رفع کنه. دقیق. خب من بگذار اجازه بفرمایین حالا میان روی مثبتاش. بله خیلی خوب.
این وضعیت به نظر ما که وقتی چنین یک دولت فرمایشی داشته به اصطلاح ما مردم دیسانت شده بود، همه چیز دکته می شد، همه چیز ظاهری بود، اگر انتخابات بود، اگر مفاهیم مثل آزادی بیان بود، رئیس جمهورای را دیدیم عجیب و غریب، چندین رئیس جمهور هم زمان به میان آمد، اون انتخابات عجیب و غریب، این تنها کشوری بود که 100 و چند نفر اعضای پارلمان همش خودشان آمده باشند و خود کاندید کرده باشند، نه از پشتوانه مردم برخوردار باشند، نه از احزاب سیاسی برخوردار باشند. خب در چنین دولت، در چتر چنین دولت و نظام، این رسانه ها هم بیشتر، خب بیاین از حق نگذاریم، یک تعدادش واقعا تمویل می شدن و وقتی که میگن هر که نان داد فرمان داد، خب معلوم است حرفای شما واقعا بجای است. ولی خب اگر لطف کنین خیلی بعضی خوبی هایشام اگر بیان بکنین. الان این ضعف های بعضی شکل مدار طبیعی هم بود که بچه این، چون در نیمی اول دهه 1380 ما دیدیم که روند روبروش، تلویزیون هم از انحصار دولتی که در گذشته برآمد، رادیو هم ما دیدیم که کم از کم 50 تا تلویزیون و 100 تا رادیو و 100 ها روزنامه. حالا شما در نظر بگیریم، ما در وقت هنوز در کابل دانشکده روزنامه نگاری داشتیم، در ولایت هنوز نشده بود، یک دیپارتمان خروجی اینها به اندازه نبود، متخصص که بتانه همه این رسانه ها را کارکردهایشان در اینا سهیم بشه. و تازه آن جورنالیست میگه که ما داشتیم، تازه ماستری را افتاده، خب درست. و هم لیسانس بود که خروجی، لیسانس هم خروجی معیوب با توجه به وضعیت معیوب دانشگاهی در افغانستان. پس ببینید ما به اندازه که رسانه ایجاد کرده بودیم کارشناس رسانه ای نداشتیم، واقعا نداشتیم. بله. و به یک بارگی از کنترل بیرون شد. خب خارجی هم که پول میدن نمیفهمیدن چی به چیز. آره. حتی بعضی از این برنامه‌ای که نشر میشد در پیشرفته ترین کشور تونس، در سوئیس، در آلمان، در آمریکا، یکی از این برنامه را اگر تلویزیون، رادیو یا روزنامه نشر میکرد در اینجا، اونو بساط رسانه رو میبستن. بله. واقعا در اینجا ما خیال میکنیم. بله. این سبب بدآموزی هم شد، این را فاف کرد. ولی خب باز یک فرصت هم بود که جامعه کم کم تمرین کنه آزمون و خطا دخیر. و آزادی بیان تمرین کنه. بله. یعنی خب این شکست و رختا باید می بود، این ضعفای کمی باید می بود. ما وقتی به رشد کمی می رسیم، با خود به خود باز آرام آرام مسیر آماده میشه برای رشد کیفی. کیفی بله. ما هنوز به رشد کیفی نرسیدیم. نه باز یک انقطاع حالا آمده. در وضعیت امروز به تصور من، بله، برای هر نظامی رسانه‌های خصوصی یک فرصت است. یک فرصت است. رسانه‌های خصوصی سبب میشه که جامعه بیایه حرفای خود بگویه و نظام‌ها از افکار اونی آگاه شد. دقیق. یعنی بدانند که در ذهن ما چیست. بله. ما آزاد باشیم که بیان کنیم. بله. حالا وقتی محدودیت وضع کنم نتونم در رسانه بگویم، من مجبور به فعالیت زیرزمینی میشم. معلوم است. توجه بله. داشته باشین در غرب هم که این آزادی بیان آماده ایتون نبوده که از روی میل باشه. بله بله. از مجبوری است. خب بله. خب میگن آزادی بله. ندین اجتماع گاهی به انفجار میرسه، بعد اما خواستهای خود چی میکنه؟ به شرط زیرزمینی. زیرزمینی بله. گاهی با ابزار خشونت. واقعا. و دولت خبر نمیشه که بله. یک جریان چی میکنه. دقیق. حالا خود رسانه باشه و ببین این جریان، بله، این انتقاد داره، این نگرشش هست، این انتقادش هست و این خوب است برای نظام که یعنی مخالفا خود منتقدای خود میشناسه. بله. بعد میفهمه که با اونها چی کنه. اگر ما این صد شوه تفکر که صد کرده نمیتونیم دیگه. بله. تفکر چی کنه. بله بله. خب به صورت طبیعی یک تعداد انسان ها برای خالی شدن، برای ارضا شدن ناچار میشن و فعالیت های مخفی و پنهان رو بیارن. واقعا نمیترسن. و دولت ها وقت خبر میشن که سیبا و صدمه جدی دیدن. بله. بله. پس میبین که رسانه آزاد برای نظام ها، حتی برای در جهان برای دیکتاتورترین نظام ها میتونه خیلی برای بقای خودشان حیاتی. دقیقا. دقیق میفرمانیم. ما امیدوار هستم که این نکته را نظام کنونی هم اگرچه درک کرده بیشتر از این درک کنه.
نه آل خیلی خوب شدن ماشاءالله نسبت به حتی من تلویزیون ملی رو میبینم خیلی خوب از فضای باسر داره نقد و انتقاد اینو خیلی خوب بله. خب اینا هم روز به روز هم میاموزن هم خب گرچه شاید هم خیلی یاد داشته باشن. به هر حال استاد گرامی در پهلوی این آموزش هایی که دارین دست به تألیفات هم میزنین، آثاری هم دارین، اگر دارین لطفا در کدام زمینه ها؟ در سرودن شعر که شغل اصلیم هست 11-12 کتاب شعر تا حالا چاپ شده. آخرین کتاب شعرم دو سه ماه پیش در کانادا به نام پایان بی‌نهایت منتشر شد. چرا در کانادا ببخشید؟ حالا زمینه بود و ناشر هم تقاضا کرد که ما میتونیم که در اونجا چاپ کنیم و تعداد زیاد از این مهاجر هم حالا در اروپا زیاد داریم که دسترسی داشته باشه. در کنار در نست کتاب روش نگارش با روی کرده رسانه‌ای داره. سیر تحول زبان در مطبوعات افغانستان از آغاز تا امروز، یعنی از شمس النهار 150 سال پیش تا به پایان 1300، اینا بر اساس دوره بندی تحول‌های زبان بررسی شده که زبان چی بوده و چی شده تا کتاب اجتماعی هست و به نام هم دیگر پذیری چاپ شده بود چند سال پیش. علاوه این چگونه شاعر شویم یک اثر دیگری است که جوانا را میتونه آشنا کنه با چگونگی سرودن شعر، آموزش و از اینها. خیلی علاوه بر آن کتابایی که در آماده است، یک کتاب در زمینه بررسی شعرهای امیرعلی شیرنوایی هست آماده چاپ. کتاب دیگه پشت پرده انتخابات پارلمانی 1389 است که چون من عضو ارشد کمیسیون شکایت های انتخاباتی بودم، بله، من میدانستم که چی میگذره پشت پرده ها، بله، چی کارهای چی دست اندازی های هم از طرف خارجی ها هم از طرف داخلی ها، بله، این ها در کار است و مصلحت نبود که بیان شه در اون وقت. البته بله، ولی مستند خیلی خوب، کتاب همه مستند است، یعنی چیزی از خودم نیست. یقینا که روزی به هر حال فرصت شه منتشر بشه. در زمینی خود ماهیت و چیستی شعر هم اثر است که رویش کار میکنم. شاید یک مقدار گپای تازه تری هست در زمینی شعر که چندان گفته نشده. خداوند توفیقتان بده. یک وقفه کوتاه استاد میگیریم، میاییم به بخشای دیگه برنامه میرسیم و شاید هم حرفای تازه تری از شما بشنویم. بنان امیدوار هستیم آب ما گرم نشده باشه. منصور جان یک ذره آب سر بیار، ما تا اون وقت یک وقفه کوتاه میگیریم. بینندای عزیز زود برمیگردیم انشاءالله. بله، خوش آمدید میگیم بیننده عزیز به ادامه برنامه کاکتوس. استاد گرامی، در پهلوی از اینکه حرفای قشنگی در مورد شعر گفتین، در مورد کارهای هنری دان گفتین و از تدریس و دانشگاه ها گفتین، نوع پیش بینی کرده بودین روی عوامل که واکنش های احتمالی منطقه در برابر غرب، افغانستان، کدام کشور، بله، چه آرایش های اطلاعاتی پوشیده خواهند داشت در رقابت با غرب، بله، حکومت با چی سرنوشت مواجه خواهد شد، خود آینده امریکا در افغانستان با چی سرنوشت مواجه میشه، همون چیزا اتفاق افتاد. دقیق. البته مقاله های دیگر در زمینه های گوناگون بوده همین گونه. اما این پرسش شما که چرا حالا نمیپردازیم، بعضی از دوستان هم گاهی تماس میگیرن میگن چرا صحبت نمیکنیم، بعضی انتقاد میکنن که چرا. بله. ببینین تحول سیاسی اخیر برای مردم تحول پیشبینی شده نبود، ناگهانی بود. بله، واقعا هم امارت برای امارت اسلامی یک تحول شاید یک مقدار غیر منتظره بود. بله، خودشان میگن بار بار. بله بله، هم برای مردم واقعا همطور بود. مردم هم شوکه شد، امارت هم تعجب کرد که خب حالا
شاید آمادگی زیادی برای حکومت داری نداشتیم. آره. حکومت رو در دست گیریم. بله. در این وضعیت هر دو طرف، هم امارات و هم مردم، گرفتار نگاه احساسی نسبت به وضعیت و عمل کرده خود هستن. دقیق. بله. تا نگاه تعقلی. اما هیچ طرف نمیپذیره، نه مردم و نه امارات اسلامی، که ما نگاه احساسی به وضعیت داریم. بله. اونو فهم میکنن. خب. بله. نگاه عقلانی وجود داره. البته این اوق مطلق نیست. در بعضی موردها نگاه امارات، نگاه تعقلی هم هست. بله. در بعضی موردها نگاه جامعه هم هست تعقلی، اما قاعده این هست احساسی. دقیق. حالا خب استثناء در درون از این وجود داره. بله. تا وقتی این دو طرف نگاه احساسی به وضعیت داشته باشن، نقد علمی چندان نمیتونه نقد موثری باشه. یعنی افکار عمومی در هر دو طرف آماده نیستن که به چنین نقدهای بها بدن و اهمیت بدن. خب پس میبینیم نقد وقت خوب است که مؤثر هم باشه. خب معلوم است. بله. وقت مؤثر نباشه دیگه حالا مورد نداره. خب بعد این سوال رو میکنیم که خب نقش منتقدان چیست؟ ما میگوییم که اگرچه منتقد میتونه، منتقد کسی که سطح آگاهی توده رو میبره بالا. بله. سطح آگاهی کنشگران سیاسی یا نظام رو میبره بالا. یعنی برای هر دو خوب است. معلوم است. بله. حتی منبع، منتقد منبع تغذیه نظام از یک طرف است برای تعالی کارش، و منبع تغذیه توده برای درک نظام و کار شهروندی. دقیق. معذره. واقعا. البته همونطور گفتم وقتی که هر دو طرف آماده باشند برای پذیرش. پذیرش. بله. اما اشتباه قانونمندی خود داره. این قانونمندی چی بخوایم چی نخوایم قهرن اتفاق میفته. به این معنا که ما یک مقدار باید به نظر من فرصت داده شه که واقعیت‌های حاکمیت جدید بیشتر نمود پیدا کنه و خود نشان بده، و جامعه هم کم کم یک درک تعقلی‌تر نسبت به وضعیت پیدا کنه که پیدا میکنه. خب معلوم است. نظام هم پیدا میکنه به صورت طبیعی. آنگاه هست که منتقدان میتونن نقش موثرتر در شتاب بخشی به تعالی خواستا و عملکرد شهروند از یک سو، خواستا و عملکرد نظام از طرف دیگر. خب همان گونه که دولت مسئول است در برابر شهروندان، شهروندان هم در برابر دولت مسئول. متاسفانه درکی که تا حالا در جامعه ما هست ایست که شهروندان فکر میکنن همه کارها بر عهده دولت است. دولت است. بله. دولت یک سازمان معجزه‌گر هست که همه گریه ها رو میتونه باز کنه. ولی این گونه نیست. دقیق. شهروند نمیتونه توفیلی باشه. شهروند باید احساس مسئولیت کنه. واقعا. کنشگر فعال باشه. واقعا. واقعا. بسیار عالی. یک سخن جان اف کندی یادم، مطمئنن که بارها او را شنیدین، مقوله شده بود در این بخش ها. اون زمان هم از مردم امریکا تقاضاهای زیادی از دولت داشتن، و اون حرف کندی معروف است که میگفت به این فکر نباشین که این دولت برای شما چی داده میتونه، بیاین به این فکر کنین که شما به دولتتان چی داده میتونید. او به یک مقوله بسیار جالب تبدیل شد که متاسفانه جامعه ما فرمودی شما به جای، منم تا اندازه همین حس و درک دارم. چرا این جامعه یک مقدار منفعل است استاد؟ نظر ما خویی است. این هر گونه تحولاتی آمد، هر گونه جریانهایی آمد، این جامعه نه تحرک از خود نشان میده، نه واکنش نشان میده. فقط انتظار داره که در هر حالت باید برش کارهایی صورت بگیره. ولی خود، یعنی دیدگاه ما است، شاید هم خیلی اشتباه بکنم. نظر شما چی است که جامعه آیا منفعل نیست یک مقدار نسبت به جوامع دیگه بشری؟ خب اگر هست چرا؟ با گذشتش برنامه‌گیرین حداقل جامعه رو در همین بازه زمانی 20 سال دوری جمهوریت مطالعه میکنین که تاثیر داشته. بله. روزی که نظاره‌گر باشه ببینیم در موضوعای ریز و درشت حکومت داری خارجی‌ها دخیل بودن.
این دخالت بیش از حد کارگزاران حکومت تنبل کرد. احساس مسئولیت نگه فکر کردن خب برنامه ریزی رو باید خارجی بکنه، پلان را برنامه راهوردی هم درست کنه، برنامه عملیاتی هم درست کنه، حتی یک پروپوزال عادی رو هم بله خارجی باید خارجی جور کنه. پروپوزال هم که برای خارجی جور نکردن او هم با کمک خارجی جور میکنه. پروپوزالی هم یک بونه رو دیگه بود، یک کار فنی دیگه بود که چندان نبوده. این خب کارگزاران و حکومت بودن که منفعل بودن در بازی کردن نقش اساسی خود. خب این تاثیر رو شهروندن، شهروندان فکر میکرد که خب ما آشغالا خود که از خانه بیرون میکنم وظیفه یوناما و ملل متحد و ناتو و امریکا و همه ایست که اینا رو انتقال بدن. واقعا همچه فکر ایجاد، یعنی فکر ملی ایجاد نشد. همه خود واژه ملی یک واژه معجور و غریبی شد در این کشور. البته در این کشور بله. بنام ملی بله. یک کار ملی بله. هم جامعه رو توفیلی کرد، هم حکومت، هم حکومت به یک پدیده گدا تبدیل شد بله. هم جامعه به یک جامعه گدا. واقعا ما هیچ وقت از گدایی احساس شرم نکردیم. هنوز هم که هنوز است دویده میریم بغرد بله، هایی از غرد میخواییم که ما مهاجر شدیم، هر چیز به در اختیار ما بگذار بله. اندک چیزی کم کم بود میشه تظاهرات میکنیم، میزنیم، میشکنیم در بیرونم بله. در داخل هم که هستیم به جایی که فکر کنیم که ما بنیادهای اقتصادی خود قوی بسازیم. جالبه ما با مار میمانه که سر گنج نشست، ما بر روی ثروت نشستیم که در میان 200 کشور جهان اگر در نظر بگیریم شاید 20-30 کشور شوی ما کشورهایی باشه که اینقدر ثروت خفته داشته. واقعا همونطور است. ما این ثروت خود باید بیرون کنیم و این استعداد و توانایی را داریم. اگر از توفیلی گیری بیرون شد خب حداقل یک سیاست، این سیاست طالبان قابل ستایش است که تاکید روی ملی گرایی دارن، یعنی توان ملی ما توسط خود ما چیم بتانید سای حمایت از کارخانه های تولیدی رو میبینیم بله. خوب است دولت حمایت میکنیم، یعنی خود ما هی باید تولید کنیم، بسازیم، چیز کنیم اینا برای چیز. اما با استفاده از فرصت یک چیزی رو میخوان بگویو بفرمایید بله. جمله مهمی است که شاید خیلی ها جرات نکنن به امارت اسلامی بگوین اما شاید این جمله تا جای نسخه شفا بخش باشه. ببینید اینست که حزب دموکراتیک وقتی حاکم شد جامعه نه با تفنگ سر و کار داشت، نه با ابزار خشونت، یک جامعه آرامی بود بله. شریعت گریزی یا دین گریزی حاکمیت بله بله سبب بله. شد بله واقعا که یک جریان نرم به یک جریان سخت تبدیل شد بله بله. و آنقدر آن حاکمیت همی جریان دینگوریزی خود توجیه میکرد بله. خوب میدانست بله. گوش بله. نمیکرد به مردم واقعا. تا پس رفت از آن طرف بام افتاد واقعا نمتر شد بله. حالا چی اتفاق میفته؟ امارت اسلامی قطعا متوجه باشد در کنار کارکردهای بی سابقه خوبی که داره واقعا. که یک فرصت است بله بله. ما به سرعت بگویم که در تاریخ افغانستان یک فرصت است واقعا هم در بعضی عرصا امارت اسلامی دقیق میفرمایین بله بله. از این خاطر حیفم میه که گپ به امارت نگویم، حیفم میه. امارت اسلامی امان گونه که حزب دموکراتیک با شریعت گریزی از آن طرف بام افتاد، تشویش میمه ایست که امارت اسلامی در افراد به شریعت گرایی از آن سوی بام در مخالفت با مردم قرار بگیره، از این طرف دیگر بام بیفته. بعید هم نیست خب. بله. افتادن هست، چی از آن بر بام بیفته چی از این بر بام. واقعا من یک مقدار بچه مسجد هم هستم خب شریعت چیزی هست که باید با خاص اجتماعی هم همراه باشه. من یادم میاد در زمانی که اخوان المسلمین در مصر پیروز شدن بله. و قرار شد قانون اساسی رو تدوین کنن، رئیس جامعه الازهر مصر ریاست قانون اساسی رو داشت، تدوین قانون اساسی. از او پرسیده شد که
این قانون اساسی شما که در مورد زیاد شریعت مدار کار قرار نداره. اون جمله جالبه بود، گفت که قرار نیست که ما شریعت پیاده کنیم از بالا توسط. شریعت چیزی است که مردم باید ایره پیاده کنند، به این معنا به همان اندازه که مردم خودشان شریعت گرا میشن بیشتر، بله، به همون تناسب باز حکومت وظیفه داره که در این زمینه قانون وضع کنه. چطور میخوام بگویم که یکی حد دینی هست و شرعی، یکی سیاست شرعی و دینی است. دقیق. حکومت ها جانب سیاست شرعی را هم باید در نظر داشته باشند. بله. هر حقیقتی را به صرف حقیقت بودن نمیشه در جامعه تطبیق کنه. درست. ای بسا که نتیجه معکوس بده. ای بسا که بعضی از سیاست های حزب دموکراتیک هم خوب بود. حتی سازگار با شریعت هم بود. اما چون افکار عمومی آماده نبود، بله، نتیجه معکوس داد. واقعا یادم میاد آن حاکمیت گفت که این مهر شرعی 10 درهم است. 10 درهم اون وقت معادل 300 افغانی بشه. آره 300 افغانی بیشتر نگیره. همین طور فکر کرد که این هم یک کار کمونیستی است و کار غیر دینی است. بله. یعنی گاهی تو چیز هم بله. من میترسم که امارت در مسیری بره که هرچی یک حرف شرعی هم بزنه مردم فکر کنن سوال برانگیز باشه که شاید شرعی نباشه. بله. مرحال البته من زیاد نگاهیم به این سمت هست که امارت اسلامی روز به روز این توانایی را داره که در نتیجه آزمون و خطا، چون این عرصه سیاست است، آزمون و خطا زودتر میتونه که خطای خود اصلاح کنه. واقعا. و این توانایی خوب است که من در امارت میبینم و این سبب ثبات در جامعه میشه. امیدوار هستیم که همونطور شوه. استاد گرامی، هنوز سوالای در ذهن ما است و حرفای قشنگتان میخواستم بشنوم. خوب یار زنده صحبت باقی، متاسفانه وقت مجال نمیده، فرمان میای از اونجا که وقتتان تمام است. استاد گرامی خیلی زیاد تشکر، تشریف آوردین، خدماتتان سر چشم، حرفای واقعا قشنگ زدین. امیدوار هستیم در برنامه های سیاسی نی، ولی در این گونه برنامه های اجتماعی شما را همیشه با خود داشته باشیم. قلبن از شما سپاسگزار هستم. اگر چیزی فکر میکنین که مانده و نتانستیم بگوییم، شاید هم خیلی مانده باشه، ولی به عنوان آخرین حرفا، به هر عنوان اگر پیامی میدانین یا فکر میکنین چیزی برای گفتن است، بفرمایین. بازم چند دقیقی در اختیار شما قرار میدیم با آنکه پوره شده. تا 8 میتوان سخن از زلف یار گفت. بله. در بندان مباش که مضمون نمانده است. بله. تشکر میکنم از شما به خاطر دعوتتان. خواهش میکنم. سپاسگزار بینندگانتان هستم که مرا حوصله کردن. زنده باشه. بسیار زیاد تشکر. شنیدن. قلبان تشکر. امیدوار هستم در لحظه که با شما بودم صحبت های بوده باشه که برحال سبب زیادی وقت جناب شما و همکاران شما. نه واقعا خیلی قشنگ حرف زدید، خیلی آموختیم و خوشحال ما کردی. خداوند شما را صحت و سلامت نصیب کنه. انشالله در برنامه های مختلفی از شما دعوت خواهد کردیم، بیاین با هم حرفای بیشتری بزنیم. آخرین جمله اگر اجازه باشه، فرصت باشه، همین است که به نفع مردم هست، به نفع نخبگان ما، به خودشان آستین برزنن بسازن. برای نساختن بهانه زیاد است. واقعا همیشه ما نظام ها را بهانه میکنیم برای رفتن گریختن و بدارمون. خب بعضی خب شاید که مشکل جدی داشته بوده باشند و رفته باشند اینا، ولی اگر ما نسازیم همیشه باید همینطور حقیر بمانیم، پس مانده بمانیم. ما چی کم داریم که اروپایی ها نیان اینجا کار نکنن؟ واقعا ما چرا برین به دیگه جا کار کنیم در حالی که همه زمینه ها را داریم؟ و تا اقتصاد مملکت رو درست نکنه، مطمئن باشین هیچ ارزشی در افغانستان نمیتونه نمود پیدا کنه. اگه نمود پیدا کرد، نمیتونه استمرار پیدا کنه. واقعا متاسفم.
بازم قلبا تشکر استاد، واقعا حرفای عالی و قشنگ آموزنده زدید. خداوند اجر و پاداشش نصیبتان کنه، صحت و سلامت برتان آرزو میکنم. بینندای عزیز، کاکتوس هم اینجا پایان میبخشیم، گرچه دلم نمیخواید قدر زود پایان پیدا میکرد. خب امیدوار هستیم برنامه هایی داشته باشیم با جناب استاد، نه تنها کاکتوس بلکه برنامه های دیگه انشاءالله در این تلویزیون هست که جنابشان زحمت بدیم. تشکر که تا پایان برنامه با ما بودین. تا تقدیم برنامه بعدی که باز خدمتان حاضر میشم، همه تانو به خدا میسپارم. شب و روزتان بخیر.